جزیره زیبایی کیش. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم خودت رو با تو دیگه خوب باشی، گپ گوش بودی بزرگ باشی. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو شت دیگه از ما. امروز منو پازوک اومدیم از این ویدیوهایی که همه دارن درست میکنن، به قول معروفی ترنده، گفتم شاید شما هم اینو بپسندید. امروز اومدیم با هم دیگه بدترین و بهترین غذای کیشو با هم دیگه بخوریم. بدترینشو پیدا کردیم، خیلی جام پرسیدیم، گفتن از این افتضاح تر نیست، اصلا نمیتونی ساندویچشو بخوری، حتی سیرت هم نمیکنه، انقدر شته میخوری چون تگری میزنی به خاطر. اگه آماده اید پازوک هستید. سلام علیکم. من میدونم همش ویدیو تو ویدیو شده، الان اسمم پازوک. سلام کرد. سلام پازوک، بالا سرش آیدی شو بشقا. میخوایم منو پازوک با هم دیگه الان بریم غذا رو تست بکنیم، از مسیر زیبای اینجا لذت ببرید تا با هم دیگه برسیم. برو بریم. ما هنوز دنبال یه غذای بدیم، یه غذای افتضاح، ولی همه خوب شدن، بوهاشون خوبه. یه جا باید بو بیاد، بره اونجا. پو 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 گاتوری بیره. پو 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 پو. الان خیلی گرمتر از ده یازده. آره دقیقا آفتاب تو کلمونه، ولی حال لازم. امروز نمیدونم حالا این ویدیو بعدش میاد یا قبلش میاد، یه ویدیو ساختم 24 ساعت تو کیش، همش زیر آفتابی، رفتم تا به دریا پشت موتور کیش چرخیدیم دیگه، هر جا رفتم ویدیو گرفتم. ما همراه باشید با سری این چیه دارن میسازن، با آپارتمان یه جوریه، دارم سردرد میگیرم. حاجی اومدیم یه جایی از بافت کیش، پایین شهر جزیره، پایین شهر جزیره. این بچه ها شما بافت خونه ها رو نگاه کن، اینجا رو نگاه، فرق الو حاجی سمساریه. الو الو گره بخواسته مسیر موتوره. بپریم پایین. موفق شدی؟ بخوریم بازوش برنجی بخوریم. آره برنجی رو مادرت برنجی، برنجی غذای ایرانی رو گیلانی داره. بزرگ کباب گیلان مرغ رو دیگه جایی نمیتونه خراب بکنه. چی بود؟ چلو مرغ ترش، چلو خورشت مرغ ترش. برو بریم الان یادش. زمان های ماه ها جوجه رنگی و توپ و آدش بخه بدم. احمق اینجا رو بفرده این احمقی که تو دایرکت باید ما گفت اینجا بده، آیدیش رو بگیم پشت بگیم جا باید خوبی، جا باید خوبی، جا باید خوبی، یکی از شما ها اومد توی چیز به ما گفت اینجا بده برید اینجا بالا بیارید. ما رفته ببین اونجایی که ما خودمون میدونستیم بعدن رفتیم بسته بود، بعد تو دایرکت ها چند نفر که بچه اینجا بودن رفتیم گفتیم آقا چیز به ما بگو غذا باید بگو کجا بریم بخوریم و اینا، یکیتون اینجا رو گفت، گفت برید اونجا هیچی ازتون نمیمونه. فعلا که محیطش اینو نگفته، فعلا محیط اینو نگفته تا غذا بیاد. خب سطح پذیرایی افتضاح ما چیه؟ من دارم ریلزم میذارم. چیه؟ متاسفانه از چیزی که اومدن گذاشت جوره نوع منو یه ذره ناراحت شدم. نه ماستی نه زیتونی، بیا بپرس آقا چیزی نمیخوای؟ ماستی زیتونی بکن تو کون مشتری چه نمیخونی؟ خیلی ممنون. ماست مصیر زیتون پرورده اینا دارید؟ جفتش زحمت میکشید؟ بله.
داداش این مرغ ترش یا قرص سبزی؟ من که گوشته. بوای. باز این گوشت مرغه. نه مرغه باز. آجی بعد به نظر بعد بخوریم. بذار یه تست بگیریم با هم. آره به خودت. به خودت. ما خیلی گشنیم واقعا خوبه نظر چیه؟ نظرم مثبت نظر محلیه یا خیلی بازو خوشمزه است من نظر خیلی آره خیلی برنج بزن خوب بفرمید بچه چه مدل زیتون پرورده آوردنی آخه؟ یه دونه انار توشه. سلام خوبه در کل خوبه آقا شب باورتون نشد برای من سگ خور خوبه چه ها پیاز زیاد داده شده بود من نمیدونم زیتون پرورده میبینیم میچونی تانشون ها؟ جونم از هیچی نمیدونم ببندیم و بعد اینکه حساب کردیم میام قیمت رو بهتون میگم نظر کلی من میگم اینجا نمیام دست و شدک نمیام یزی دایی که گفتید این بدترینه چرا؟ این غذا فوق‌العاده بود برش بدم من تو نمیخواستم حالا بولم بولم فوق‌العاده بود غذاش منو پازوک تو ته خوردیم منو پازوک دوتایی با هم یه غذا رو نمیتونیم با همچنین نصفش میمونه من چند نفری که پرسیده بودم آدرس اینجا رو دادم و ما یه حدسایی میزنیم به صاحب رستوران هم رفتم گفتم شما دشمن زیاد داری؟ بفارم به حدسم درست بود بده خب آدم هایی که به من اومد گفتی اینجا بدترینه من اومدم خب میخورم آدمم میفهمم به جرئت میگم خفن ترین غذایی بود که تو کیش خوردم بگیر تابلو خفن ترین غذایی که تو کیش خوردم این بود ما بقیش فقط لوس بازی انتر بازی دی جی بیاد موزیک بذاره نور پور دخترای بی حجاب نوشیدنی عجیب غریب زیتون خوردیم ماست خوردیم یه غذا کامل خوردیم دو تا نوشابه شیشه خوردیم یا معدنی خوردیم 370,000 تومان 370,000 تومان تازه یه غذای محلی خوردیم سبزیش واقعا سبزی شمال بود قشنگ مزه محلی میداد نکنید دشمنی نکنید آقا بعد کسی رو نخواید یه چوسه جزیره دارید دور هم یه سفره پهن نون می‌خورید دیگه کارای کی میگم پلیس ما دور رو ببره نه بابا غذاش حرف نداشت و دوست ندارم بگم بدترین غذای کیش چون اصلا اسم ویدیو این بود که بدترین و بهترین طبق گفته یه سری افرادی که اینجا زندگی میکنن گفتن این بدترین غذا بود ولی من به جرئت میگم این بهترین غذای بود جزیره خوردم این همه من کیش اومدم دیگه شب شو و واسه شام بریم طبق گفته های بقیه ببینیم بهترین غذا چیه به قرآن مجید به جون مادرم من هیچ کی نمیترسم من هیچ رستورانداری نمیترسم من هیچ اهل و ناسی نمیترسم جایی که شماها دارید میگید بهترینه برم پامو بذارم یه ایراد کوچیک داشته باشه رک میگم و میگم که واقعا خوب نبود کار خالصه و همش مارکتینگه برو بریم پارتنرای گل تو خونه من عین سگ گشنهونه ناهار فوق العاده ای بود حالا شب باورتون نشه پرسجو کردیم از کیشوندیای عزیز به ما رستوران تهچین رو پیشنهاد دادن ببینید رستوران تهچینشون چی؟ ها؟ اگه رستوران تهدیگ نبود نه تهچین؟ نه دارچین زردچوبه زفرون تهدیگ بودا تهچین زردچوبه دارچین باشه من تا الان خواب بودم نمیدونم فلفل سیاه فلفل قرمز نمک شکر سرکه آب لیمو پودر فی پودر که پودر چیز صورتتو بشون بریم با ما همراه باشید بریم سوار اتوبوس بریم آقا یا اسمش تهدیگه یا تهچینه یا دارچینه یکی اینا میدونم کجاست دارت چرا دارچینه بریم با هم دیگه ببینیم چیه اول بریم پیداش بکنیم ببینیم کجاست میدونم 66 بار این صحنه رو دیدید که ما از این در خراب شده میایم بیرون با پازوک ننه
برنامه‌های مفرح بریم واسه بهترین غذای کیش در واقع نمیدونم تو کجای خیابونه و بره کل خیابونه رو بگردیم تا پیدا بکنیم ببینیم بهترین غذای کیش کجاست. به نظر کجوره؟ زعفرون. ببین اصلا اسم دارچین، تهچین، سیخچین، دورچین. نه راستی سوسمار خیلی وقتی موسیقی موسیقیتون نکرده سوسمار ترسی از چیزی کسی کاری نداشته باشه. هره دواستم نه؟ نخوام مالتو به دوزن، نخوام خفت کنم، نخوام برسین جیب کنم، همونجا بنده هیچی نگو. دیدی چه ترندی شد؟ بالاخره صدا که خوب باشه فاتح خواست واقعا انقدر شعر میخواستم میکنه چی؟ بودا یا منو به راه رو چی جوری؟ ما قضاوت نکن. نه ببخشید قضاوت نکن مسخره کن. نه مثلا من لاش نمیمونم بازک تو خوش مونده. هوای کیش میدین چه جوری شده؟ یه گرم دلنشینه، یه گرمت خوش نشینه. رو قلبم خانه تو موتورم کو؟ موتور کرده میشین تو بسمی نمیخوام صدا تو بشنوام دماغو نگاه خب برده جان اینو بگیر من کلار کلم کنم مای نمیز بات کن موتور سوار شده کلاه پازوکی به جهنم چراغای موتور روشن خدا پازوکم کجا؟ دارم میرم من چی؟ من بیای من نیا میخوام بریم میخوام بریم ففق رفت آجی رفت خب ادیتور علی گفت آیم بتمن من فکر کردم میگه قطع بشین بریم باسش یه عجیبه بده من اینو بابا پلشتی ها باش میخوام کلا کاسکت هم سرم کاسکت کلا؟ اول ایمنی بعدن آم بتمن آم بتمن بگیر اینو بابا بگیر اینو بریم دنبال رستوران نشار خونش بدافت جا؟ ببینی یه سید جالب راجب موتورا بهت بگم بفرم دنده عقبش بود آجی دنده عقب داره نون بوقه آجی این دنده عقب نداره این یکی داشت تاب کن بزنش اینو نه نگرده نه هنه عقب هیچ وقت نزار حرکت بعدی تو همه متوجه بشن خب هیچ وقت نزار حرکت بعدی تو همه یالا یالاندو مرحمتین مزخرفی چرا موتور دنده عقب داره؟ بالاخره دیگه برقیه دیگه بشین کنی شده رو بریم رستوران تحریف درچین دارچین درچین پرچین بشین دیگه ها بریم در جستجوی رستوران چی؟ هیچی نگو هلو پپه تو صندوق کلوب کلوب جلسه من خواهم شده به آجی این رستورانه کجاه؟ آجی اصلا ما اسمش هم دقیق نمیدونیم آجی رستورانی که اسمش هم همینجوریه اسمش دارچین تهچین تهدیگ ببین چین داره یا دارچینه یا تهدیگه آجی همین جاها دست راستمون نبود ببین اگه دارچین باشه به فرض مثال خب ما اون دفعه رفتیم غذا چینی خوردیم افتضاح بود ربطی به دارچین داره چینه دیگه گوسفند گوشتلخ آجی اینجاها نبود فهمیدم رستوران دارکون بود قطعش بکن باش ما بریم پیداش کنیم همون بریم پیداش کنه کارت میشه نه بابا یه دقیقه باشه بچه ایست جدید راجع به دوربینم یاد گرفتم اینو با بزنی؟ یه دونه بزن الان ما این دکمه رو زدیم رکوردش آن شد این دکمه رو بزنم رکورد قد میشه نگاه کن خب بچه‌ها همونجوری که مشاهده می‌کنید یه چوسه بشقاب که توش 4 تا دونه خیار و میار و اینا داره 800 و چند تومن بوده 860 تومن اینه 8 تا میگو 9 تا میگو چند تا میگو 8 تا میگو چیه فکر کنم قیمت اصلیش به خاطر اون بوده این چی بود اسمش ماهی شیر کبابی بوده این ماهی شیر کبابی ببین الان این میز نزدیک 2 میلیون تومن شده بعد کلا تدارکات کلیده داخل رو واکن قضیه که ببینید توش چیه بابا بامزه نشد دو دقیقه باشد. توش موزه چه گوشتر خب همون قاشق چنگال و نی دیوانم یه بار مصرف چیز خاصی نبود بیا با هم دیگه پس این غذا رو بچشیم واقعا حس گیهی بودن داره به اون دست میده من اول تو الان مگه بکنه با چاقو نمیدونم آقا من میگو رو میرم نظر میده داشت نه تو چیزی بزنمش این چیه؟ این سیاهه چیه؟ چیه؟
چیه؟ یه سبزیه، همون سبزی که توی غذاهای دریایی ها. اوه حاجی مزه میگو میده. نه بابا به قرآن یه دینه بخورم. حاجی ببینم این خیارش مزه ای. حاجی مزه خیار میده. بذار ببینم پوره سیب زمینیش مزه چی میده. مزه پوره سیب زمینی میده. آره به خدا مامانم میگو این درست میکنه خوشمزه تر. ناگت های میگو ها همون مزه رو میده. همه چیز رو هم امتحان میکنم. بذار از این سبزیجات پخته شده یه مزه خیلی خاصی که این سبزیجات پخته شدهش میده اینه که مزه قارچ میداد. قارچی که خوردم منم قارچ خوردم. مزه چی میداد؟ قارچ. حالا یه بروفیم میخورم. حالا این ماهی تو رو اسم ماهی چی و شیر کبابی این باید یه طعم خاصی بشه. شبیه جوجه کبابه بچه ها نگاه. بافتش شبیه جوجه کباب معمولی بدون استخونه ولی فکر کنم مزهش باقی هم. قبول داری چوسیه واقعا؟ چون مادرت قبول داری چوسیه اینجور رستوران ها تو رو قرآن. آره داداش الان 800 خورده هیچ مزهی نمیده بود. به قرآن مجید تونه ماهی از این خوشمزه تره. واقعا هیچ مزه‌ای نداره. واقعا اینجا فقط سانتیمانتاله. میگوشو من بیشتر بودم. منم میگوشو بیشتر بودم. با این قاطی کن. من با اون خوردم. من بودمش. شبیه سبزی ماهی شکم پره. خیار بخوریم. فلفل سیاه. فلفل سیاه باشی فکر همه جا میریزه روز به قدر. آقا این باید به حرف آدم پول داره گوش نکنه. ما هر کی آدرس پرسیدیم آدم های مثلا درست حسابی و اوکی اینجا بودن. اون رستوران رو گفتم بد. اینو گفتم بهترین. حالا درسته غذاها شبیه هم نیست یا به قول معروفی اصلا سفارش های ما یکی نبود ولی من روکو پوسکنده بگم اونجور رستوران ها رو بیشتر میپسندم. نه به خاطر پولش ها، دقیقا به خاطر پولش. ما اونجا 300 چقدر دادیم؟ 350-60 آره 350-70 تومن دادیم. بگیم 400 تومن دادیم. دوتایی سیر سیر، حجم غذا عالی، مزه عالی، خورش زیاد. حاجی این چیه؟ یه سیخ ماهی گذاشتی جلو من. این چیه 8 دونه میگو گذاشتی جلو من؟ 800-900 تومن میگو مگه چنده؟ دریا چنده که اینو میگوشون حساب میکنن؟ متر چنده دریا؟ بعد برداشتی یه جا کرم بلوکشی یا نمیدونم فلفل دلمی و اینا خیار رو کردی تو ماست و سس مایونز. هر جا تو غذاست پوره سیب زمینی تو رسون بدون چوسی خالص. آقا میگوش بد نبود ولی 8 دونه میگو 800-900 تومن زوره. حالا مالیات هم 100% اینجا داره. 100 داره فکر کنم 2 میلیونی فاکتور ما بشه. و اینجوری هم که الان من نمیگم واو عجب غذایی. میگو خوردم با چنگال میخوام با دست میخورم همینی که حاجی دومه میگو رو نباید خورد؟ نه نرم گیر کرد بزرگ کرد بدنم پشته اینجا گیر کرده. آره شاید حاجی سیبیلا دارو چند. آقا نظر کلی ما راجب این غذا گفتم. نظر نمایمو خارج رستوران میگم با ما هم روشیم. پایینیه بالاییه. آقا میگوه قابل خوردن بود. ما تا ناموس خوردیم ولی تاپینگا چیز خاصی نبود. نخوردیم این دوتا رو نمیتونیم نمیتونیم نمیتونیم. جوبه حاجی من خیلی گوشتر شدم کمک هم کنید. آقا آشقال ترین ماهی بود که میگوش خوب بود. میگوش خوب بود خوره. از تاپینگا میخوام براتون بگم این معمولی سچه واو نبود. میدونی من غذاهای سچه واو هم خوردم. مثلا یه چند تا رستوران سینا منو برده غذاهای خوب واقعا خوردم.
ولی اونقدی که میگفتن اینجا 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 من میگم نه. این ویدیو به نظر من باید جا به جا بشه. آره. بهترین غذا. البته آخه اینم بد نبود که بگیم این بد. چرم بود. خوب و خوبتر مثلا. عالی و عالی‌تر. ولی خب ما مجبوریم چون اول ویدیو گفتیم بدترین و بهترین. مثلا شما خودتون یه ویدیو رو ببینید متوجه میشید. تامل رو نگاه می‌کنید می‌بینید تو سورپرایز میشید. بدترین غذا رو من بهش میگم 10 از 10. اینجا رو من بهش من به میگوش 7 میدم. منم به میگوش 6 میدم. به ماهی 3 میدم. ماهیش واقعا خیلی چرب بود. زده هم 2-3. انقدر شدت غذای بد بود، افتضاح ترین غذایی بود که خوردیم. ما یادمون رفت ویدیو رو ببندیم. نشسته بودیم با پازوک داشتیم اینجا فایلامون رو کپی میکردیم که گفتیم زودتر برسونیم به ادیتور. می‌تونیم واسهتون بذاریم. عذرخواهی می‌کنم که یادم رفت ویدیو رو ببندم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشو. دیگه من این ویدیو نمی‌سازم چون من هنوز نمی‌دونم کدوم بدترینه کدوم بهترین. با عرض پوزش تا دیدار دیگر. بدرود. لایک کامنت سابسکرایب بکن جون مادرت.